خط خبرها توبیخ اثر مهدی یراهی احانت به دلیل اهانت به خامنه ای بیش از صد ورزشکار ایرانی علیه رژیم به پا خواستند رسوایی برای همسر یک نماینده شورای شهر و جمهوری اسلامی رسما سلاح اتمی را روی میز گذاشت درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروع اخبار حذف اثر جدید مهدی یراهی از وبسایت های داخلی به دستور کمیته فیلترینگ کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه در ایران که وظیفه آن اعمال سانسور یا دادن دستور برای توقیف آثار هنری است دستور به حذف ترانه ودا بعد از رفتن در وبسایت ها و رسانه های داخل ایران داد این اثر ده روز قبل توسط مهدی یراهی برای گرامی داشت اعتراضات مردمی آبان 98 منتشر شده بود که با دستور خامنه ای منجر به کشته شدن هزاران شهروند ایرانی توسط حکومت ایران شد. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی با انتشار تصویری از دستور کمیته فیلترینگ در توییتر خبر از حذف این اثر داد. در متن این دستور نوشته شده است نظر به اینکه محتوای منتشر شده به استناد بندهای ذکر شده در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای مجرمانه تشخیص داده شده است مقتضی است به قید فوریت نسبت به حذف آن اقدام گردد مهدی یراهی خواننده و آهنگساز ایرانی پیشتر نیز به دلیل صحبت درباره برخی از معضلات اجتماعی در کنسرت های خود ممنوع از کار شده بود و اجازه برگزاری کنسرت در ایران را ندارد همچنین مجوز فعالیت مؤسسه جام سبز به عنوان تهیه کننده آثار او نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی لغو شده بود مهدی یراهی روز ششم دی 1397 در کنسرت خود در اهواز همراه با تمامی اعضای گروهش در حمایت از کارگران بازداشتی کارخانه فولاد با لباس کارگران به روی صحنه حاضر شد و به اجرای موسیقی پرداخت که روز بعد هم به دستور مقامات امنیتی ایران مجوز کنسرت او در شهر بروجن لغو شد پیش از این توماج صالحی، رپر و تران سرای ایرانی به دلیل انتشار قطعات موسیقی در انتقاد از وضعیت جاری در ایران و عمل کرده مقامات حکومت ایران بازداشت و با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه شده بود. نامه بیش از صد ورزشکار ایرانی پرونده ای اعدام های 67 را به شورای امنیت ببرید. همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام های تابستان 67 بیش از صد ورزشکار ایرانی در نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد در این ارتباط خواستار حسابرسی از آیت الله علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی شدند. در این نامه اعدام های تابستان 67 نست کشی و جنایت علیه بشریت خوانده شده و از سازمان ملل خواسته شده است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کنونی ایران به عنوان یکی از آمران این جنایت بزرگ و سایر دستان در محاکمه شود. صد ورزشکار ایرانی که در میان آنها نام قهرمانان جهان و المپیک دیده می شود خطاب به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شدهاند که با احاله پرونده قتل عام 1367 به شورای امنیت ملل متحد برای حسابرسی و محاکمه دست اندرکاران این اقدام قتل عام به ویژه علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی دست به اقدام بزنند امزاکنندگان این فراخوان نوشتند که در میان قربانیان قتل عام شماری از ورزشکاران و اعضای تیم ملی وجود داشتند و فروزان عبدی عضو تیم ملی والیبال زنان ایران یکی از این قربانیان بود که هفت سال بعد از اسارتش اعدام شد هزاران زندانی سیاسی در دهه ش به ویژه در تابستان 67 در زندانهای اوین و گوهردهش در تهران و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و با تصمیم هیئتهایی که به هیئت مرگ معروف شدند اعدام شدند بسیاری از این اعدام شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آنها از هواداران دیگر گروه های چپ بودند که در سالهای ابتدایی دهه شست زندانی شده بودن. به دلیل پنهانکاری حکومت ایران آمار دقیقی از این اعدام ها وجود ندارد اما اساس گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 4482 مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند به نوشته ی ورزشکاران ایرانی در این نامه در میان 120 هزار قربانی اعدام در 40 سال گذشته شماری از قهرمانان ورزشی به چشم میخورند از جمله حبیب خیبری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که در سال 1984 اعدام شد و نوید افکاری که در سال 2020 اعدام شده است. نوید افکاری عضو پیشین تیم کشتی ایران بود که در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد و با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد 22 شهریور پارسال اعدام و شبانه دفع شد. افشین شاهرودی قهرمان جدوی جهان محمد قربانی برنده مدال طلای کشتی جهان و سولماز ابو علی قهرمان کاراتی جهان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که نوشتن سکوت و بیعملی در برابر نست کشی و جنایات علیه بشریت در پایان قرن بیستم تشویق به ادامه و تشدید جنایت است در این نامه از شورای امنیت ملل متحد و شورای حقوق بشر و دیگر ارگانهای زیربط سازمان ملل خواسته شده است در این ارتباط دست به اقدام بزنند. بلوای تازه در شهرداری زاکانی همسر یک نماینده شورای شهر به ریاست یک اداره کل بسیار مهم شهرداری منصوب شده. دیروز در شورای شهر تهران فاش شده که معاون شهرسازی علیرضا زاکانی شهردار تهران فاطمه حیدری همسر احمد علوی یکی از اعضای این شورا را به سمت سرپرست اداره کل کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به کار گمارده یعنی نشون میده این بودجه کاملا غیرواقعی یا به نوع سیاسی بسته شده اما جلسه امروز یک حاشیه هم داشت انتشار خبر انتصاب همسر یکی از اعضای شورا به عنوان سرپرست اداره کل کمیسیون ماده 100 شهرداری با واکنش دیگر اعضا همراه شد و اونها با ارائه طرحی خواستار اصلاح مصوبه تعارض منافع شهرداری شدند شورای پنجم علی همه اراده که ما بهش میگرفتیم یک مصوبه داشته تحت عنوان تعارض منافع که به اعتقاد من از بهترین کارهای شورای پنجم بوده من کاری ندارم که خودشون عمل کردن یا نکردن و اتفاقا چون عمل نکردن مردم ازشون روی گردانی کردن از ما که خودمون ایراد می گرفتیم به عمل کردن اون عزیزان شایسته نیست که در قبال یک واقعیتی که الان در اذهان عمومی و در رسانه ها به عنوان یک نقطه ضعف ما دارن مطرح میکنن از کنارش بگذاریم و عبور بکنیم با این همه رئیس شورا این موضوع رو داخلی دونست تر آمد رایم داشت و بایستی اینجا مطرح میشد منتها چون مسئله داخلی خود اعضای شوراست این رو ما سعی میکنیم در درون خانواده شورا حلش بکنیم برای برخورد با این ماجرا نمایندگان شورای شهر تهران طرح اصلاح قانون مدیریت تعارض منافع را دیروز در شورای شهر تهران ارائه می دهند تا نام نمایندگان شورای شهر تهران نیز مشمول این قانون شود. مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفته این طرح رأی دست کم دوازده نماینده شورای شهر تهران را دارد ولی پس از پیشنهاد این طرح از برخی جاها و اشخاص برای او پیامک تهدید آمیز فرستاده شده شرق نوشته اما همانطور که در گزارش خبرگزاری دانشجو میبینید مهدی چمران رئیس این شورا میگوید این مسئله داخلی شوراست و باید در درون خانواده شورا حل شود و برای همین رسیدگی به این قانون به جلسه بعدی موکول شد جمهوری اسلامی در آستانه دور جدید مذاکرات احیای برجام سلاح اتمی را رسما روی میز گذاشت مطابق روال معمول جمهوری اسلامی مواضع واقعی و رسمی خود را از زبان مقامات غیر رسمی و به گوش طرفداران خود در داخل و منطقه میرساند از جمله فریدون عباسی دوانی نماینده مجلس و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سالگرد ترور محسن فخریزاده در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است تمامی تلاش ما درباره سلاح هسته ای بر اساس فدواگ سریح رهبر معظم انقلاب بر حرمت سلاح هسته کاملا مشخص است منتها فخریزاده این سیستم را ایجاد کرده بود و مسئلهش هم فقط دفاع از کشور خودمان نبود زیرا کشور ما پشتیبان جبهه مقاومت است به عبارت دیگر فخریزاده زاده به رغم فتوای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بر حرام بودن تولید نگهداری و به کارگیری سلاح اتمی برای آن یک سیستم ایجاد کرده است. به گزارش روزنامه ایران عباسی گفته است که فخریزاده در تهیه نقشه راه اولیه برای توسعه صنعت هستگی ایران و تولید سوخت 20 درصد نقش داشته است. در همین رابطه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در گفتگو با تلویزیونی ایران اینترنشنال میگوید برای فتوای حرام بودن سلاح اتمی که به علی خامنه ای نسبت داده می شود هیچ توضیحی حتی در یک حد یک صفحه وجود ندارد در حالی که مطابق رسم معمول فقها برای هر فتوایی فقها همیشه یک توضیح مبنایی ارائه می دهند به نظر آقای اکبرین بنابراین این فتوای آقای خامنه ای فقط در حد یک حرف و ادعاست و از این نظر او میتواند هر زمانی که اراده کند ادعای خود را تغییر دهد انتشار مصاحبه فریدون عباسی دوانی در آستانه آغاز دور جدید احیای برجام با طرفهای اروپایی بدون دلیل و یا صحوی نمیتواند باشد جمهوری اسلامی در عمل و در حرف و نظر نشان داده است که در پی رسیدن به یک قرارداد دائمی با اروپا و آمریکا نیست و از نظر این نظام نیز برجام مرده است انیسازی اورانیوم 60 درصدی و تولید اورانیوم فلزی از جمله اقدامات عملی جمهوری اسلامی در نقض توافق برجام بوده است شروطی که جمهوری اسلامی برای بازگشت برجام مطرح کرده است از جمله لغو تمامی تحریم ها و راستی آزمایی آن با توجه به اینکه تحقیق این شروط اساسا غیر ممکن می باشد از نمونه مواضع سیاسی است که نشان می دهد جمهوری اسلامی از برجام عبور کرده است در واقع جمهوری اسلامی در تلاش است با غنیسازی 60 درصدی با دست پر و از موضعی کاملا متفاوت با قبل یک توافق جدیدی با اروپا و آمریکا برسد آنچه در این رابطه برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است به رسمیت شناخته شدن این نظام به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و توانمند تولید سلاح اتمی است از این منظر است که صحبت‌های رئیس سازمان سابق انرژی اتمی ایران در مصاحبه با روزنامه ایران را باید بسیار جدی گرفت در واقع رهبر جمهوری اسلامی در آستانه دور جدید مذاکرات احیای برجام توان و سلاح اتمی را آگاهانه و آمدانه روی میز میگذارد تا در کوتاه مدت قدرت باجگیری خود را بالا ببرد و در دراز مدت نظام را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کند.